نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، شبتون بخیر. به برنامه علمی چرخ خوش آمدید. ما در این برنامه علمی علاقمندان به علم دور همدیگه جمع میشیم و با همدیگه به دیگران ثابت میکنیم که میشه از علم حرف زد و از حرف زدن از علم لذت برد. دیشب ازتون پرسیدیم که آیا به نظر شما کدوم بیماری واگیردار باعث بیشترین مرگ و میر در تاریخ شده؟ جواب درست اونایی که حد زدن بیماری سل هستش، مثل سرکار خانم نازنین زهرا شهریاری از زاهدان که برنده برنامه دیشب شدند و بهشون تبریک میگیم. اما آن سوالی که امشب ازتون میپرسیم اینه، آیا به نظر شما این جمله درسته که اسکرین سیور موجب سلامت مونیتور میشه؟ اگر فکر میکنید درست عدد 1 و اگر فکر میکنید نادرسته عدد 2 رو به شماره سامانه پیامکی اون 3044 بفرستید و اگه جوابتون درست بود در قرعه کشی مسابقه امشب شرکت کنید. این از این. اما برنامه امشب امیدوارم که مورد توجه علاقمندان مخصوصا به هوافضا و دانش فضایی قرار بگیره، چون میخوایم درباره ماهواره بر سیمرغ صحبت بکنیم با هم و همه آنچه که به ماهواره بر سیمرغ مربوط هست رو محمد حسین جهانپناه عزیز که اینجاست در میون بگذاره و صحبت بکنه با آقای مهندس سید احمد حسینی، سخنگوی فضایی سازمان صنایع هوافضا. اگر موافقید که شروع کنیم که خیلی صحبت داریم. ماهواره بر سیمرغ از سیر تا پیاز. محمد حسین جهانپناه اینجاست. محمد حسین جان، من اول از همه سلام عرض کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوش رو سپری کرده باشین. همونطور که میدونین این روزا خیلی صحبت از پرتاب ماهواره ظفر در میونه و خب طبیعی هم هست که همه کنجکاو باشن در مورد اون، ولی چیزی که کمتر تا الان در موردش صحبت شده ماهواره بر سیمرغ، ماهواره بر جدیدی که پرتاب‌های فضایی ما توسط اون قرار انجام بشه و حالا تا الان آزمایش‌های ایران پشت سر گذاشته و حالا قرار بیشتر بار برنامه فضایی ما رو به دوش بکشه، ولی خب زیاد در موردش اطلاعاتی منتشر نشده، زیاد در موردش صحبتی نشده و امشب یه جورایی قرار برای اولین بار حرفایی رو بزنیم که شاید خیلی‌هاش رو قبلاً نشنیده باشین. برای همین هم در خدمت آقای حسینی هستیم، آقای مهندس حسینی، سخنگوی سازمان صنایع هوافضا، که هم در مورد ماهواره بر سیمرغ برامون توضیح بدن و هم یه سری سوالات متفرقه‌ای که ما هم داریم ازشون بپرسیم و ایشون زحمت کشیدن جواب بدن. آقای حسینی سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی خوش اومدید. می‌خوام همین اول کاری با یک سوال اساسی شروع کنیم. وقتی ما میگیم ماهواره بر، میخوام چون این اصطلاح خیلی جا افتاده و طبیعتاً معادل لانچ وهیکل هم استفادهش میکنیم یا پرتابگر یا ماهواره بر، چه فرقی داره با موشکای بالستیک؟ چون یکی از مهمترین مسائلی که الان همه ساعت سوال بکنن همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیز علی، دوستان و همه بینندگانی که در خدمتشون هستیم. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه. سوالی که فرمودید، میخوام اول واژه ها رو جا بندازیم بعد بریم سر وقته. ببینید، به لحاظ فناوری و اشتراک فناوری و در واقع زیرساخت ها بین موشک و ماهواره بر اشتراک وجود داره، اما به لحاظ منطق طراحی سیستمی و تجمیع سامانه دو تا منطق کاملا متفاوته و تو دنیا هم کاملا تمایز بین اینا قائل هستن و فناوری ها در واقع وقتی میاد تبدیل به محصول میشه دو تا محصول متفاوت ایجاد میکنه. ما موشک های بالستیک با رویکرد تاکتیکی و در واقع برای استفاده در فضای جنگی و دفاعی استفاده میشه، بنابراین باید بتونن به سرعت عملیاتی بشن، باید بتونن تو زمانهای کوتاه در واقع عملیاتی بشن، قابلیت جابجایی بالا داشته باشن. اما ماهواره برها یا همون لانچ وهیکل ها، موشک ها تو دنیا با ادبیات میسایل ازش یاد میشه، ماهواره برها یا لانچ وهیکل ها خانواده دیگه ای هستن که در واقع
شما این ماهواره برا رو میبینید به صورت مراحل مجزا حمل میشن به سایت پرتاب. ما سایت های پرتابی که تو دنیا داریم همه سایت های شناسنامه دارن، تو فضای دفاعی نمیشه از یه جایی مشخص و شفاف و شناسنامه دار عملیات انجام داد. سایت های پرتاب ما حدود 20-22 تا سایت پرتاب تو دنیا داریم، پایگاه های معروفی مثل بایکونور که احتمالا شما شنیدید یا جان اف کندی آمریکا. ما هم داریم در سمنان پایگاه فضایی حضرت امام که کاملا شناخته شده و در واقع شناسنامه داره، جلوی چشمه. ما ماهواره برامون به صورت مراحل مجزا میان تو این پایگاه به مدت 2 هفته یا بیشتر. بله، اینجا فرایند آماده سازیشون انجام میشه و کاملا بی‌دفاعن. چرا؟ چون کار فضایی کار سیویله، کار علمیه، کار غیر نظامیه. همه جای دنیا هم همینه، ما هم داریم کار علمی انجام میدیم، بنابراین باید بتونیم این ادبیات اصلاح کنیم. ما تو حوزه فضایی کار موشکی نمی کنیم، البته ما تو موشکی قابلیت های بالایی داریم تو کشور، اما فضایی در واقع سرفصل جدیدیه بر ما و حوزه پرتابگرهای فضایی و ماهواره برها سرفصل فناوری جدیدیه که این تفاوتی که خدمتتون عرض کردم اینا مونتاژشون به صورت عمودی داخل برجی که حالا انشالله میبینید، ویدیویی که داریم انشالله ملاحظه میکنید، به صورت مجزا مراحل اینجا عمودسازی میشه. فرایند الاینشون، در واقع الحاق زیر مجموعه ها، شارژشون، تستای پیش پرتاب به مدت چندین روز اینجا انجام میشه و پرتاب هم خیلی آشکار اتفاق در حقیقت فرایند سرهم کردن و سوختگیری و آزمایش های پیش از پرتاب که همگی همونجا در محل سکوی پرتاب اتفاق میفته. خب بیاین برگردیم سر فصل، حالا موضوع اصلی بحث که یکیش لزوم توسعه این پرتابگر هاست. خب ما الان یه مثلا چند تا کشور داریم که مگه پرتابگر میسنن؟ شاید 10 تا 12 تا 13 تا کشورن که کلا تجربه پرتاب فضایی دارن و تعداد کمتری هستن که اتفاقا همچنان این چرخه رو فعال دارن. چه لزومی داشته که توسعه ما، حالا ایران به عنوان یک کشور، توسعه یه پرتابگر رو شخصا انجام بده؟ ببینید، حالا من یه بخشی از مطالب ان شاءالله در قالب یه سری اسلاید خدمتتون عرض می‌کنم. هر وقت خواستین بگین اسلاید رو میارم. تصاویرم آماده هستش، هر وقت لازم شد میتونیم بهش اشاره کنیم. در واقع به موقعش میام خدمتتون. ببینید، حوزه فضایی، حالا اگه شروع کنیم رو اسلاید من توضیح بدم شاید بهتر باشه. اگه لطف کنن دوستان اسلاید رو بیارن. داره پخش میشه. داره پخش میشه. ببینید، زنجیره فضایی، ما بیس این زنجیره فضایی صنایعی هستن که باید توسعه داده بشن. صنایع زیر ساخت. صنایع زیر ساخت که شامل ماهواره و ماهواره بر و المان‌های مرتبط با اینان. وقتی ما به فناوری دست پیدا کنیم وارد کاربردهای فضایی میشیم که یه سری اپراتور وصل میشن، در واقع با استفاده از داده هایی که ما به دست میاریم در وصل میشه به بازار اقتصادی که حوزه فضایی داره. امروزه هولوش 400 میلیارد دلار در سال حجم اقتصاد فضاییه. گردش اقتصادیه که توی دنیا توی صنایع فضایی که بالای 300 میلیاردش اتفاقا تو بخش خصوصی داره اتفاق میفته و تو در واقع کاربردهای پایین دستی و سهم حوزه صنعت در واقع سهم کوچیکتری نسبت به کاربرد. اما این زنجیره در واقع صنعت، اگه اسلاید بعدی رو ببینیم، المان‌هایی که داره در واقع ببینید، ما برای اینکه توی زنجیره صنعت فضایی همه المان‌ها رو داشته باشیم، یه بحث ماهواره داریم که تو فضا قرار می‌گیره و یه بحث پرتاب رو داریم. باید پایگاه پرتابی، من به ترتیب از سمت چپ میگم، پایگاه پرتابی داشته باشیم که از داخل اونجا توضیح دادم فرایند آماده سازی اتفاق بیفته و پرتاب انجام بشه. تکنولوژی توسعه پایگاه پرتاب تو دنیا الان تو انحصار 5-6 تا کشور بیشتر نیست. روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپا، روسیه آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و هند. ما در واقع بعد از این کشوری که عرض کردم کشور بعدی هستیم که تونستیم خودمون با توانمندی داخلی پایگاه توسعه بدیم. حالا ان شاءالله توسعه در حال توسعه هستیم، توسعه دادیم. البته جای توسعه بیشتر داره، ولی برای کاربردهایی که الان مد نظرمونه و ماهواره برای که طراحی کردیم و در دست توسعه داریم، همین پایگاه در واقع پایگاه سمنان در حال حاضر. بعد پرتابگر
که از این پایگاه پرتاب انجام میشه، بعد ماهواره است که تو فضا قرار میگیره و ایستگاه‌های زمینی که باید در واقع این ماهواره باشون ارتباط بگیره، اطلاعات دریافت کنه، کامند بگیره و در واقع این زنجیره رو کامل کنه. خب من یه سوال از حضرت علی بپرسم. فکر میکنید الان کلن تو دنیا چند تا ماهواره عملیاتی وجود داشته باشه؟ 2000 تا یه همچین رقمی. بله، تقریبا 5-6000 ماهواره پرتاب شده از ابتدای ما، از 1957 از اسپوتنیک یک رفت بالا، 1957 رفت بالا تا امروز بالای 5000 تا پرتاب ماهواره داشتیم که هلوش 2000 تاشون الان عملیاتی. حتی خوبی بود. اما نکته خیلی قابل توجه، حالا باز اگه دوستان اسلاید منظومه ها رو بیارن، بله، روندی که ما داریم توی در واقع حرکتی که تو دنیا داره اتفاق میفته، من البته روی اینه توضیح بدم، این 2000 تا ماهواره متعلق به 92 کشور دنیاست. بله، یعنی 92 کشور الان تو دنیا دارای ماهواره تو فضان، که ببینید مثلا ایالات متحده 830 تا از این 2000 تا رو در اختیار داره. پارتوی نگاه کنید، در واقع این 2000 تا 80% ماهواره متعلق به 20% این کشور است. خب شرکت هایی که سرویس میدن به سایر شرکت ها، یا این که ماهواره هایی هستن که دولتی هن و غیر دولتی؟ از جفت اینا داریم، هم خصوصی داریم هم دولتی داریم. حالا این 92 کشوری که ماهواره دارن، اگه اسلاید بعدی رو ببینیم، بله، 58 تاشون خودشون توانمندی ساخت ماهواره رو دارن، ما بقیه این کشورها در واقع سفارش ساخت به کشورهای دیگه میدن. این 58 کشور در حال حاضر ماهواره میسازن، توانمندی ساخت ماهواره داره. چرا؟ چون بیس علمی و زیر ساخت کافی لازم داره که هر کشوری این توانمندی رو نداره و خیلی از کشورها در واقع سرویس میگیرن. باز از این 58 کشور منظور ما از هر ماهواره یه دیگه، یعنی از مثل حالا اسپوتنیک یا امید که صرفا بخواد یک سیگنالی رو بفرسته، تا ماهواره هایی که کاربردهای علمی یا تصویربرداری نصب داشته باشه. بله بله، ما انواع کاربردا رو داریم. بیشترین ماهواره ها در واقع الان به هولوش 60% ماهواره کاربرد مخابراتی و رادیو تلویزیونی دارن، بعد میاد حوزه سنجشی، ناوبری و الی آخر. اگه بخواد کشوری در واقع بتونه رو پای خودش وایسه و ماهواره‌ای که بتونه کاربرد عملیاتی داشته باشه بسازه، این 58 کشورن. حالا از این 58 تا بریم اسلاید بعدی، که در حقیقت 40 خورده ایشون ماهواره‌هاشون رو میدن به حالا مثلا. دقیقاً بعدی همین رو خواستم عرض کنم. ما 10 تا کشور تو دنیا داریم که توانمندی پرتاب دارن به اضافه رژیم اشغالگر که ما کشور حسابش نمی‌کنیم، چه 11 مجموعه. بله، یعنی در این حد در واقع کشورهایی داریم که توانمندی پرتاب دارن. اما شما پرسیدید که چرا خودمون پرتاب کنیم؟ به این خاطر میپرسم، قبل از اینکه در مورد خود پرتابگر صحبت بکنیم، مثلا لزوم توسعه اش، حالا جدا از شرایط ویژه‌ای که ایران درش قرار داره، حالا ما تحریم اینا هم درست، ولی بحثی که هست اینه که خب بیشتر کشورهای دنیا، تقریبا 90% کشورهای دنیا ترجیح دادن تا الان که به جای اینکه هزینه صرف کنن، هزینه احتمالاً هنگفتی صرف کنن و پرتابگر توسعه بدن یا صنایع فضاییشون رو توسعه بدن، یا ماهواره‌ها رو خودشون بسازن، همون 50 خورده کشوری که گفتین، در حقیقت 40 خورده ایشون فقط سازنده ماهواره و تکنولوژی پرتاب ندارن و بقیه پس ترجیح دادن یا ماهواره‌ها رو سفارش بدن یه نفر دیگه بسازه بدن یه نفر سومی پرتاب کنه، یا ماهواره‌ها رو خودشون بسازن بدن نفر دومی پرتابش بکنه. خب چرا ما این کار نکردیم؟ من پاسخ سوال شما رو تو دو بخش بدم. بخشی کشورهایی هستند که واقعا فناوری رو دارن، زیرساخت رو دارن، مثل کشورهای اتحادیه اروپا. نمیتونیم بگیم توانمندی پرتاب ندارن. مثلا فرض کنید انگلیس، فرض کنید که آلمان. حالا آلمان البته به لحاظ سیاسی محدودیت داره. فرانسه یه زمانی بود. فرانسه که داره الان. پرتاب مستقل داره؟ در قالب اتحادیه اروپا دیگه. ببین الان اینا در قالب اتحادیه اروپا موضوع پرتاب رو واگذار کردن به فرانسه. بله. و از پایگاه گویان در واقع ماهواره برای که دارن آریان یا در واقع بقیه آژانس فضایی اروپا، آژانس فضایی اروپا به صورت متمرکز داره فرآیند پرتاب انجام میده. اما بخش عمده دیگه ای از کشورها که توانمندی پرتاب ندارن، واقعا توانمندی ندارن. ببین ما اگه تونستیم این زنجیره رو کامل کنیم، بله، ما ببین به لحاظ توان دانشی و علمی حوزه پرتاب، حالا من در ادامه خدمتتون توضیح میدم، بله، واقعا پیچیدگی خاص خودشو داره. شاید همینجای بحث خدمتتون راجع به پیچیدگی ماهواره برای فناوری پرتاب توضیح یا عرض کنم.
ببینید ما برای اینکه بالای 80 کیلومتر میشه فضا، یعنی ما زمین داریم تا 80 کیلومتر هوا بعد میشه فضا. برای ورود به فضا باید بتونیم در واقع، حالا من جایی میخوندم خیلی جالبه براتون بازگو کنم، میگن که به نوعی خداوند این موضوع رو انگار مهندسی کرده، انرژی پتانسیلی که داخل مواد شیمیایی که ما در اختیار داریم وجود داره به حدیه که ما اگه بتونیم از لبه های تکنولوژی استفاده کنیم، از لبه های تکنولوژی استفاده کنیم، میتونیم به نیروی جاذبه زمین فائق بیایم و در ارتفاع بالای 250 کیلومتر به دلتاوی 7500 کیلومتر بر ثانیه برسیم، که اگه به این سرعت شما برسیم تزریق در مدار اتفاق میفته. دقت کنید 7500 کیلو، در واقع 7500 متر بر ثانیه یا 7.5 کیلومتر بر ثانیه که میشه تقریبا معادل 30000 کیلومتر بر ساعت. این سرعت مثلا 10 برابر سریع‌ترین جنگنده است. چرا پیچیدگی داره؟ ما در واقع وقتی وارد این فناوری میشیم باید از سازهای سبکی استفاده کنیم که تحمل دماهای بالا و فشارهای بالا رو داشته باشن. میخوام بگیم که در حقیقت ما داریم به سمت صحبت از لبه های تکنولوژی میکنیم، یعنی چون این یک تکنولوژی خیلی های تکی هست که همه ندارن، احتمالاً همه هم دوست ندارن همه دست بزنن. برای اینکه به این تکنولوژی دست پیدا کنیم، اولین بحث اینه که توانمندی داخلی دانشی و علمی رو داشته باشیم و بعد بتونیم مراحل تکنولوژی به مرور در واقع با توان داخلی خودمون توسعه بدیم، که این اتفاق تو کشور ما افتاده طی سالیانی گذشته. آیا به هزینه‌ای که می‌کنی می‌ارزه؟ بله، ببینید ما الان هزینه‌های تحقیق و توسعه‌مون، حالا اینا اعداد و ارقام قابل ارائه است، در مقایسه زیر 20% هزینه‌هایی که تو دنیا برای این حوزه اتفاق افتاده. چرا؟ چون بومی حرکت کردیم. حالا قرار بود هزینه رو یه ذره جلوتر بگیم، ولی بله، چون الان اشاره کردیم میگم، مثال می‌زنم، یک پرتاب سیمرغ می‌تونیم بگیم الان چقدر هزینه داره؟ ببین ما الان یه پرتاب سیمرغمون، قراردادی که با سازمان فضایی داریم برای همین ماهواره برای ظفر، بله، حدود 3.5 میلیون دلاره. من دلاری دارم میگم که بتونم در واقع مقایسه کنم. 3.5 میلیون دلار. شما همین رو بخواید قرارداد با کشورهای دیگه ببندید، اولا به راحتی برای کسی پرتاب نمی‌کنن. الان صف پرتاب تو دنیا تو سال 2022 پره. یعنی شما الان درخواست پرتاب بدید، باید برید دو سال دیگه پرتابتون انجام بشه، به شرطی که به لحاظ سیاسی براتون پرتاب انجام بدن. که برای هر کشوری این کارو نمی‌کنن. ما هم می‌دونید ماهواره‌هایی ساختیم مثل ماهواره مصبا، بله، که 10-15 سال پرتاب نشده، حتی گفتیم به اسم خودشون پرتاب کنن، پرتاب نکردن. یعنی اون مباحث در واقع سیاسی، یعنی حتی کشورهای دوست ما مثلا، بله بله، کشورهایی که ما باشون مرابطه‌ای نزدیکی داریم، حالا چین و روسیه و غیره، هم قبول نکردن. بله، اینا در واقع کشورهای صاحب تکنولوژی میخوان این بحث رو در انحصار خودشون داشته باشن. ما قیمتمون در مقایسه با قیمت دنیا، هزینه‌های تحقیق و توسعه‌مون به مراتب پایین‌تره و علارغم اینکه سیمرغمون هنوز تثبیت نشده. ببین تو دنیا به لحاظ ادبیات هزینه‌ای، ادبیات به این صورته که هزینه بر کیلوگرم ماهواره ملاک محاسبه است. بله، حالا انشالله معرفی میکنیم. حالا به ارتفاع هم احتمالاً مداری که مدمون داره. من این چیزی که دارم میگم برای مدارات لئو، که لئو حالا معرفی میکنیم، لو ارث اوربیت، تا 1000-1200 کیلومتر رو میگیم مدار لئو، که الان عمده منظومه ها تو مدار لئو دارن شکل میگیرن. هزینه ای که برای پرتاب لئو الان تو دنیا در واقع عرض کردم، ادبیاتش دلار پر کیلوگرمه. ما الان سیمرغمون 15000 دلار پر کیلوگرم هزینه پرتابش، یعنی به ازای هر کیلو ماهواره داریم 15000 دلار دریافت میکنیم برای پرتاب. به ازای هر کیلوگرم. بله، که این تو دنیا نرمه، یعنی زیر شما الان سفارش بدی ظرفیت وزنی دقیق سیمرغ الان 250 کیلو رو میتونه تو 500 کیلومتری بذاره، تا 500 کیلومتری بذاره دایره‌ای. بنابراین ما هزینه هامون تو نرم دنیاست. شاید اوایل مسیری که شروع کردیم این عدد برای سفیر بالاتر بود، ولی برای سیمرغ اومده پایین و ماهواره برایی که داریم توسعه میدیم که من حالا اشاره میکنم، این در واقع میاد زیر 10000 دلار بر کیلوگرم، که کاملا رقابتی. ما امیدواریم ان شاء الله با این اعداد ارقامی که داریم نسبت به کشورهای دیگه، مثلا ببخشید بین حرف می کنم، حتی نسبت به چین و هندی که هزینه های پرتاب پایینی دارن نسبتا، نسبت به اونها رقابتیه؟ میتونه رقابتی مثلا باشه. مثلا لانگ مارچ چین یا
الان نمیدونم موشک هند اسمش یادم نیست، حتی نسبت به اونها هم میتونه رقابتی باشه. GSLV اینا هندی ها. ببینید هزینه پرتاب تابع در واقع متغیرهای زیادیه. اینکه شما محوره اصلی دارید، کیوب ست دارید پرتاب میکنید به عنوان محموله جانبی، چه مداری میخواید ببرید، آیا محوره خودشون برای شما ساختن؟ شما اگه به یک کشوری سفارش بدید، گفتیم عمده یک کشورها سفارش دارن میدن. بله. شما مثلا به چینیا بگید محوره رو برای من بساز، خودت هم پرتاب کن، قاعدتا یه مقدار هزینه‌های پرتاب ممکنه متفاوت باشه. بنابراین خیلی مقایسه مستقیم اینجوری نمیشه کرد، ولی ما هزینه‌هامون زیر میانگین جهانی الان داره اتفاق میفته. این نمودار هزینه هاست درسته؟ بله بله، حالا دوستان زحمت کشیدن. حالا ایران هم توش هست یا نه؟ این نمودار در واقع پرتابای خارجیه. ما قیمتایی که خدمتتون عرض کردم برای ماهواره برای سیمرغمون تو اوردر 3.5 میلیارد، شاید 3.5 میلیون دلار، شاید مثلا ذهنیت خیلی از مردم یا افرادی که با این حوزه سر و کار دارن از اینهایی به مراتب بالاتر از این بسته باشه، ولی واقعا کاری که تو این مدت انجام شده با هزینه‌های بسیار کم در واقع این فناوری توسعه داده شده. تو ماهواره هم همینطوره. بذارین بریم سر، یعنی میشه یه خورده برای اینکه متوجه بشیم چقدر، تقریبا اندازه حقوقی که برای ویلموت سرمربی تیم ملی در نظر گرفته بودیم دیگه، یا همچین اگه با قیمت هزینه ای میشه. شما قیمت ماهواره رو میدونین الان ظفر رو؟ ماهواره نوشته بودیم ماهواره به اضافه ایستگاه زمینی 1.5 میلیون دلار، یعنی روی هم 5 5 میلیون بود. به نظر میاد که کم باشه، یعنی اگر بخوایم در مقام مقایسه حداقل باهاش برخورد بکنیم به نظر میاد که کم باشه. میخوام بپرسم اتفاقا الان اگر ماهواره در کلاس مشابه ظفر با موشکی در کلاس سیمرغ بخواد پرتاب بشه، حالا میدونم که فرق میکنه حالا تو کدوم کشور داره این اتفاق میفته، حدود رنج قیمتیشو میدونی؟ ببینید من حالا قراردادی که خودم اطلاعاتشو دارم 80 میلیون دلار قرارداد بسته شده که یه ماهواره سنجشی، البته ظفر ورژن نهاییش دقت تصویربرداری 16 متره، این ماهواره که من میگم 1 متره، برای ماهواره 1 متر قرارداد 80 میلیون دلار ساخت ماهواره و پرتاب. ما با 5 میلیون دلار انشالله میرسیم به دقت 16 متر. حالا تو دو تا ورژن 25 و 16 متر. در واقع مقایسه تو این اعداد و ارقام شما. حالا این که پرتاب 25 این 25 در واقع ورژن اول دومیش انشالله میتونه به اون دقت برسه. خب بیاین در مورد، حالا میخواین در مورد خانواده خود هم سیمرغ صحبت کنیم، هم در مورد خانواده. موافقید قبلش با هم دیگه بریم فیلم سیمرغ رو ببینیم و برگردیم؟ آره، من یه بخشی از توضیحاتم رو اسلایدامون بگین اگه زحمت بکشن دوستان بیارن. ببینید بعد کنیم پس اگر چیزی که سریع برسیم بهش بعد. ببین اسلاید بعدی. ببین ما ابعاد اندازه سفیر و سیمرغ ما رو ببینید، این یه بخشی از ماهواره برای فعال جهانه. ما هنوز ابتدای بله. مسیر توسعه فناوری ماهواره بریم و در واقع ماهواره برای ما متوسط به حساب میان. حالا انشالله در ادامه میگم ما ورژن بعد از سیمرغ انشالله سری رو توسعه خواهیم داد، میاد تو کلاس متوسط. تاثیرشو داریم توی این نیست متاسفانه، ولی در واقع یه مرحله به سیمرغ ما اضافه میشه. ما تا الان سفیر رو داشتیم، بله، سیمرغ رو داشتیم، سری رو خواهیم داشت و انشالله در آینده یه مقدار دورتر سری رو، سروش رو خواهیم داشت. همه هم با سیم شروع میشه، دقت کردی؟ خب البته دنبال استفاده اینا همه سوخت مایع، دنبال استفاده از تکنولوژی سوخت جامد هم هستیم برای کاهش هزینه ها که حالا انشالله در آینده اینا میتونه اطلاع رسانی بشه. من روی این اسلاید میخواستم بگم که مسیر پیش روی ما برای توسعه، ببین الان 90% پرتاب تو دنیا توسط ماهواره برای سنگین داره اتفاق میفته. ما انشالله در کلاس فالکون هوی نمیدونم آریان، بله، همین در واقع فالکونی که داره پرتابای اسپیس ایکس رو انجام میده بالای 70 تا پرتاب داشته، 11 تن رو تو در واقع 200 کیلومتری میبره. بله که ببینید مسیری که ما پیش رو داریم. این یه نکته. بریم اسلاید بعدی. نکته بعدی در واقع روند دستیابی و تعداد و تکرار پرتاباییه که تو این حوزه باید اتفاق بیفته. همون تعریف موفقیت پرتاب که صحبت کردیم. به نظرم اینو اول نگه داریم اینجا. اون ویدئو رو ببینیم. در مورد سیمرغ که داریم صحبت می‌کنیم، در مورد موفقیت هم صحبت کنیم. انشالله. بسیار عالی. پس بریم و اون ویدئویی رو که حالا دوستان آماده کردن رو با هم دیگه ببینیم. بیا. We'll be right back.
ویدیویی که دیدید مربوط به مراحل آماده سازی ماهواره بر سیمرغ بود که برای اولین بار از تلویزیون پخش شد و برحال حالا اگر فکر میکنم که بتونیم حالا هم در تکرارهای بعدی هم این که شاید همکاران هم بتونن اینو توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارن که اگر دلتون خواست دوباره بهش نگاه بکنید. من همینجا دارم روی آنتن زنده میگم که روش تاکید بکنم و اونم اینه که قول دادن که یه زمانی امکان بازدید از این تأسیسات رو هم فراهم بکنن در آینده و اگر شد حتی ماهواره برای مرحله سرهم کردن ماهواره برای زیر لب گفتن حالا دیگه آره ببینیم که حالا چی میشه. تو این تصاویر یه بخشیش هم مربوط به ساختن خود پایگاه سمنان بود، پایگاه فضایی سمنان. میخواین در مورد تکنولوژی ساختمون صحبت کنیم؟ چون من گفتین که اولا که من دیدم که شکلای این پایگاه توی هر کشور خیلی فرق میکنه، حالا بر اساس نیازشون و اینکه حالا میخواین یه توضیح کلی در مورد این موضوع بدید. ببینید در کنار خود ماهواره بر تکنولوژی طراحی و ساخت پایگاه پرتاب باز تو انحصار اون کشورهای صاحب تکنولوژی ما پایگاهی که ملاحظه فرمودید سه تا سایت اصلی داره، سایت پرتاب که عمده تصاویر اون بود، سایت سکو بزرگه. این سایت در واقع جاییه که مونتاژ عمودی ماهواره بر به صورت مرحله به مرحله داخل اون برج متحرک انجام میشه. اون برج در واقع تو نوشته ها بود 1100 تن وزنشه و 80 متر رو ریل جابجا میشه. چند متر ارتفاعشه؟ 45 متر ارتفاعشه. ما در واقع ماهواره بر سی مرغمون طول کلش الان حدود 26 متره. اما 45 متر پای برج رو طراحی کردیم برای اینکه ورژن‌های بعدی ماهواره بر ما رو هم ساپورت کنه. متوسطات چند متری میشن؟ حدود ارتفاعشون چقدر میشه که مقرره در ادامه ان شاءالله بهشون برسیم؟ حدود مثلا 35 تا 40 متر. مثلا سریر میشه احتمالاً 35 متر. حدود 35 متر بله سریر ما طولش خواهد بود. ما قطرمون تو ماهواره بر سیمرغ 2.4 سریر همین قطر رو داره ولی دیگه در واقع یه تیکه تا بالا عریضش تا بالا ادامه پیدا میکنه و تو ورژن های بعدی که عرض کردم سروش تا 4 هم قطر ماهواره بر هست. بله قطر بالاتر داریم. من راجع به پایگاه خدمتتون عرض میکردم اون برج لحظات پرتاب ماهواره سیمرغ رو هم میبینیم با هم دیگه. بله ماهواره بر سیمرغ رو داریم با هم دیگه. من اصلا میخواستم توضیح بدم ما تا الان سیمرغ دو تا پرتاب تحقیقاتی داشته. دقت بکنید من دارم میگم پرتاب تحقیقاتی. این فاز حالا در ادامه یه مقدار توضیح میدیم. توسعه تکنولوژی یه فاز تحقیقاتی داره یه فاز عملیاتی. ما تو ماهواره بر سیمرغ تو فاز تحقیقاتی هستیم. ما یه بار دیگه تکرار کنیم دو تا پرتاب تحقیقاتی داشتیم. این در واقع پرتاب عملیاتی نداشته. ببینید ما برای اینکه داشتیم پرتاب انجام میدادیم ماهواره تحقیقاتی هم رو اینا نصب کردیم. بله. که اگه چون کاملا در واقع غیر قابل پیش بینیه اگه رفتیم در واقع مراحل موفق طی شد خب ماهواره تحقیقاتی که خود ماهواره هم تست بشه روش قرار میگیره. بله. بنابراین منطق ما منطق تحقیقات تو پرتابی هم که پیش رو داریم ان شاء الله باز به همین صورت هم همین پرتاب بعدی هم حتی تحقیقاتیه. ما ماهواره برمون تحقیقاتیه، ماهوارهمون هم تحقیقاتیه. تو فاز توسعه هستیم. ولی معلوم هستش آقای مهندس که ظفر کی قراره لانچ بشه؟ کی قراره؟ آینده نزدیک انشالله. حالا ما به دوستان میگیم که زمان و کار مشخص میکنه. دارن پرتوان دوستان ما کار جلو میبرن. پنجره پرتابی داریم معمولا داریم. عجلم کار تو کار تحقیقاتی عجله کار شیفتی. پنجره پرتابی معمولا داریم حالا. بله ما با تیم ماهواره در واقع در 24 ساعت چند تا تایم زمانی که بهترین زمان برای پرتاب می‌بندیم در قالب اون زمان و پرتاب انجام میشه. من راجع به پایگاه صحبتمو کامل کنم. یه سایت در واقع برج پرتابو داشتیم که عرض کردم پیش دیگه خاص خودشو داره. همونقدر که شما روی زمین می‌بینید تأسیسات زیرزمینی اونجا داریم. بله. یه سایت مرکز کنترل فرماندهی داریم. ما حدود 5 استانمون درگیر فرایند پرتاب میشن. همه اینا در واقع دیتا میاد از خود پرواز ماهواره بر. یه سالونی مثلا اون سالونی که توی فیلم ناسا بود که دیدید در واقع دوستان ما بودن دیتا میاد اونجا. کل کنترل فرایند از اونجا به صورت متمرکز انجام میشه. اونم تو سمنانه همونجا. بله مجموعه این سه تا
در واقع سایتی که میگم با همدیگه تشکیل پایگاه سمنان یا پایگاه حضرت امام عمر رو میدن. بله. و سایت سوممون هم سایت آماده سازیه. مجموعه اینا میشه در واقع پایگاه فضایی. خود ماهواره برم عرض کردم که فاز تحقیقات رو داره سپری میکنه. نسبت به سفیر که شما آشنایی داری، سفیر 4 تا ماهواره رو تو مدار گذاشت. ما تو سفیر قطرمون 1.25 بود. اینجا قطر مرحله 1مون 2.14 متره. سفیر کلا چند تا پرتاب داشت؟ سفیر حدود 8 تا پرتاب داشت و 2 تا در واقع لغو پرتاب. که از اینا از اون 8 تایی که انجام شد 4 تاشون موفق شدن ماهواره رو تو مدار بزنن. اما ببین سفیر رویکرد اثبات قابلیت بود. ما از تمام توانمندی‌های موجود استفاده کردیم. یعنی الان سفیر بازنشسته شده؟ سفیر بازنشسته شده، بله. چون در واقع مداری که سفیر بهش میرسید مدار عملیاتی نبود. ما کل عمر مداری که سفیر تزریق میکرد حضیز 250 اوجی 350 حد اکثر 3 ماه بود. بله. بله. و 3 ماه خیلی عملیاتی نیست. اما ماهواره برای سیمرغ ما مدار 500 کیلومتر دایروی ایجاد میکنه که از منظر پرتاب ما عمرمون 5 ساله. یعنی هر شیئی ما تو مدار بذاریم 5 سال در مدار خواهد چرخید و محدودیت میشه محدودیت عمر ماهواره دیگه. البته به بحث اصلیمون این سال من ربطی نداره، ولی تا اینجا شما رو دارم بپرسم ازتون، ما آیا میتونیم یعنی تو حداقل چشم اندازمون به مدار زمین ثابت دست پیدا، به ژئوسینکرون دست پیدا بکنیم؟ توانمندیش وجود داره، اما باید در واقع هم روی ماهواره بر هم روی پایگاه پرتاب کارهای جدید انجام بشه. ما رو موتورهای جدید باید کار کنیم. پتانسیل دانشی کاملا علمشو داریم، یعنی علم کاملا تو دست بچه‌هامونه، تو دست نخبه‌ها و دانشمندامونه. ان شاء الله حمایت می‌خواد، میتونیم توی زمان کم ان شاء الله به این قابلیت دست پیدا کنیم. اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردین، می‌خوام بحثی همین وسط در مورد تکنولوژی پیش بکشم. فقط قبلش بپرسم، یعنی اینکه سروش و سریر و سروش، بله درست میگم ترتیب، بله بله، قرار نیست به مدار ژئو برسن احتمالاً؟ سروش برای مدار ژئو میتونه بره. آها. یعنی سریر تمام توانمند. ببینید الان رویکردی که تو دنیا وجود داره به سمت ماهواره‌های سبک دارن میرن و منظومه سازی. ببینید اون 2000 ماهواره‌ای که تو اسلاید ها امروز اتفاقا استارلینک رو قراره، بله، اسپیس پرتاب کنه. بچه سوم 60 تاییشو داره پرتاب میکنه. بله. تا 2025 تا 5 سال آینده 42,000 ماهواره رو میخواد تو مدار لئو قرار بده. ما صحبت کردیم درباره این موضوع تو برنامه‌های قبلی، اگر یادتون باشه بخواید مراجعه بکنیم میتونید اطلاعات بیشتر پروژه استارلینک اصلا معروف اگه جزئیات جمع بکنید پیدا میشه. شما 2000 ماهواره فعال فعلی در نظر بگیرید، تا 5 سال دیگه 42,000 تا فقط یک پروژه. پروژه‌های مشابه این تو کشورهای دیگه هم وجود داره. بنابراین ماهواره‌های کوچیک‌تر و مدارات پایین الان بیشتر مورد نیازه، بیشتر کاربردیه. ما هم با سیمرغ میتونیم چند ماهواره پرتاب کنیم. الان یه ماهواره است، ولی طرحی که داریم ان شاء الله تا 1-2 سال آینده میتونیم با همین سیمرغ یک ماهواره اصلی و 2 تا کیوبسات رو با هم پرتاب کنیم. و همینطور سریر میتونه بالای 5 ماهواره رو همزمان پرتاب کنه. خوبی اشاره کردین. الان ما دفعات پرتابمون هم خیلی کمه. الان تقریبا سالی 2 سالی یه پرتاب داریم. تقریبا سالی 1-2 تا پرتاب بیشتر نداره. خب همین رو میخوام بپرسم. ما الان هیچ برنامه هیچ امکانی ببینید برنامه با توجه به اینکه ما در به قول شما در فاز آرندی یا تحقیق و توسعه بله. هستیم بله. و هنوز تثبیت نکردیم، حالا بله. عملیاتی نکردیم ماهواره جدید. الان برنامه‌ای که در واقع بین وزارت ارتباطات ما داریم نمودار پرتاب‌های مداری 2 دهه اخیر را می‌بینیم تو کشورهای مختلف بله. که هر کدوم چه سهمی داشتن همزمان. من راجع به سوال شما عرض کنم، برنامه‌ای که الان وجود داره داریم به سمتی میریم انشالله با حمایتی که میشه بتونیم در واقع تعداد پرتابامون رو بیشتر کنیم. تثبیت فناوری پرتاب و عبور از این فاز تحقیق و توسعه نیاز به تکرار داره، نیاز به پیوستگی پرتاب داره، دفعات بیشتر پرتاب داره تا ما در واقع دانشمندامون بتونن دیتا بگیرن، تحلیل کنن و بر مبنای تحلیلی که از این پرتابا و تست داریم بتونیم در واقع فناوریمون رو تثبیت کنیم. این همون برمیگرده به بحث موفقیت و شکست، همون به عدم موفقیت و آره اگه یه صحبتی بود که من قبل از برنامه با مهندس کردم در مورد اینکه مثلا فالکون 9 فکر کنم 79 تا پرتاب داشته. بله بله. تا الان 70 و حالا اگه عددش ممکنه یه ذره بالا پایین باشه که چه درصدیش؟ ببینید فالکون من باز 2 فازش میکنم، یه فاز توسعه یه فاز عملیات. اینا رو از هم تفکیک قائل بشین.
تو فاز توسعه برای همین بازیابی و ریوزیبل کردن، من حالا عدد دقیق الان تو ذهنم نیست، چند ده پرتاب داشت. بله. که بخش عمده شکست بود. چرا ما دیدیم دقیقا. که وقتی میخواد بشینه کج میشه و میفته و منفجر میشه. بله. ببین این فضا رو دنیا طی میکنه، تحقیق توسعه تثبیت میکنه، بعد وارد فاز عملیات میشه. تو فاز عملیات قابلیت اطمینان بالای 90%. تو مراحلی که داری شما یه پلتفرم توسعه میدی، به هر حال اتفاق میفته که بله، بله. با شکست مواجه بشی، موفقیت میدی. حالا این تصاویری که دوستان دارن پخش رو با هم دیگه میخوایم ببینیم، هم تو در واقع پرتابای عملیاتی ما کماکان به خاطر اون پیچیدگی فناوری بله. و لبه تکنولوژی بودن کماکان ما شکست داریم. هنوزم توش میاد، حتی تو موشکای عملیاتی، بله، بله. تو ماهواره برقای عملیاتی یه جریمه باید بکنیم، ماهواره بر با موشک متفاوت. ماهواره برهای سخت عادت کردن رو باید باشه. ماهواره برهای عملیاتی هنوز هم مثلا ما بوئینگ رو داشتیم که البته بوئینگ داستانش متفاوت بود، میخوام بگم یه پروژه‌ای بود که مسائل هاش روش کار شده بود و نشد در مرحله آزمایشش به. ببین همین سال گذشته پرتابی که اتحادیه اروپا داشت فیل شد، آریان. بله. و تو سالهای قبل فالکون مثلا 2016 فیل داشته. بله بله. روپد فیل داشته تو مراحل اولیه. پروتون چند سال پیش با یه در واقع خطایی یه فعل وحشتناک داشت که تو خود من همون... یه سوالی دارم سایل هم چندیم وقتی معذرت میخوام، این در واقع جدا کردن مرحله تحقیقات از مرحله عملیاتی بعد از آپولو یه یک اتفاق افتاد که در واقع یه پرتابی که سرنشیندار بود و اونجوری به هر حال به شکست خورد و سرنشینانش رو از دست دادن و اینها باعث شد که در واقع دیگه پرتاب ها از هم دیگه جدا بشن یا نه؟ از متوجه نشدم. می‌فهمید پر... یعنی این جدا کردن پرتاب تحقیقاتی تا پرتاب عملیاتی؟ نه نه، کلا تو منطقه دنیا این بوده. حالا فرصت نشد آمارا رو ببینیم. تو سالهای اولیه فعالیت فضایی کشور اونایی که وارد پرتاب شدن آمار فعلا بالاست. بله. تو دهه اول فعالیت فضایی تو دنیا 60% فعل بوده، 40% موفقیت. دهه دوم شده 80%، دهه سوم اومده بالای 90%. ما هم حالا چون زمان بحثمون هم داره تموم میشه، ما تو حوزه فضایی و پرتابای فضایی به نظر میاد باید به سمتی حرکت کنیم. اولا ریل حرکت ما ریل علمیه، ریل فناورانه است. اینو خواهش من اینه که شما هم که کار رسانه‌ای میکنید بهش دقت کنید. باید فرصت بدیم تیمای بله. دانشمند بله. ما، نخبگان ما بتونن در واقع توی فضای آرومی تستاشون انجام بدن به تعداد مورد نیاز تا انشالله بتونیم از این گردنه ها عبور کنیم و فناوری رو تسهیل کنیم. اگر ما خدای نکرده توی پرتاب بعدی مثلا در واقع حالا پرتاب سیمرغ به شکست خورد، ما اون تحقیق رو از دست در واقع ما شکست نداریم. ما الان ادبیاتمون اینه، چون تو تحقیقات هستیم به هر مرحله ای برسیم برامون دستاورده. آره این فرق میکنه با اونی که میگن چیزی از ارزش‌های ما کم نمیکنه ها. این بحث اینه که واقعا این جزء یه ذره شفاف سازی به نظر داشته باشیم. اگر به نظر من یه ذره شفاف سازی داشته باشیم نبوده اطلاعات داستان خیلی کمک بکنه به این عادی شدن موضوع. بسیار عالی، متشکرم. ما دیگه فقط وقت خداحافظی میمونه برامون. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس که تشریف آوردین اینجا و با هم دیگه صحبت کردیم. ان شاء الله در ادامه در هفته‌های آینده بیشتر صحبت خواهیم بندی داشته باشیم. من تشکر میکنم. حالا این بخشی از بحثامون قاعدتا تو این زمان کم قابل جمع‌بندی نبود. نکته آخری که بهش رسیدیم واقعا فضای کار ما اگه از یک نقطه دوبار بخوریم عیبه. انشالله بریم به سمتی که یادگیری داشته باشیم و به سمت پیشرفت. متشکرم محمد جان، متشکرم از شما تماشاگران عزیزم که ما را همراهی کردید. فردا انشالله با یک برنامه دیگه از مجموعه علمی چرخ در خدمتتون هستیم. شب بخیر.